سلام توی این ویدیو میخوایم یه وبسایت رو از نظر ریسپانسیو بررسی بکنیم. ریسپانسیو یعنی بهینه بودن و سازگار بودن وبسایت برای نمایش توی موبایل و تبلت. میخوایم ببینیم چه مشخصه هایی رو سایتمون باید داشته باشه تا بگیم این وبسایت با موبایل و تبلت سازگاری کامل داره. برای تست ریسپانسیو میریم سراغ مستندات گوگل. گوگل میگه اگه میخواید وبسایتتون ریسپانسیو باشه، باید سه تا مشخصه اصلی رو رعایت کرده باشید. مشخصه اول عرض صفحات وبسایتتون نباید از عرض صفحه موبایل بیشتر باشه یعنی چی به عنوان مثال من اینجا میام روی گوگل کروم تو موبایلم و یه وبسایت رو باز میکنم فرقی نمیکنه صفحات مختلف وبسایتمون باید این سه تا ای که میگم رو رعایت کرده باشن و همه صفحات وبسایت رو باید تست بکنیم یا وارد هر وبسایتی که میشیم چند تا از اون صفحات رو تست بکنیم عاریز نبودن محتوا به این معنیه که ما وقتی توی موبایل میخوایم این صفحه رو باز بکنیم یک نیاز به زوم کردن نباشه و نیاز به زومین کردن نباشه و هیچ اسکرولی توی حالت افقی صفحه نداشته باشیم یعنی صفحه تو حالت افقی اصلا اسکرول نخوره و این یکی از مشخصه های اصلی گوگله که به وبسایت شما توی نتایج موبایلی گوگل رتبه بده خیلی مهمه که اسکرول افقی نخوره چیزی که الان اینجا میبینیم سایتیه که خیلی پربازدیده ولی متاسفانه مشکل اسکرول افقی داره مورد بعدی ریز نبودن سایز متن هاست گوگل میگه وقتی یه کاربری میخواد با موبایل سایت شما رو ببینه، وارد یکی از مقالات وبسایتتون میشه یا یه بخشی تو وبسایت شما میخواد یه متنی رو بخونه، باید خیلی راحت بتونه اون متن رو مطالعه بکنه، نیاز نباشه برای دیدن اون متن زوم بکنه و متن شما توی حالت عادی بدون زوم کردن باید ریز نباشه، متنی باشه که تکست سایزش نرمال باشه. معمولا از سایز متن 16 پیکسل به بالا رو اگر استفاده بکنیم متن ما نرماله و از نظر ریسپانسیو گوگل مشکلی نداره پس فراموش نکنید دیگه زمان استفاده از متنهای کوچیک کمتر از 15 پیکسل 14 پیکسل دیگه نهایتا گذشته قدیم می دیدیم سایت هایی که مثلا متن 12 پیکسلی تو صفحاتشون بود 13 پیکسلی بود ولی الان دیگه برای ریسپانسیو بودن وبسایتمون حداقل باید از 14، 15، 16 پیکسل به بالا مت سایز متن هامون رو مشخص بکنیم و سومین موردی که باید مد نظر داشته باشیم اینه که لینک های وبسایتمون نزدیک به هم نباشن به عنوان مثال کاربر میاد توی صفحه ما و خب لینک هایی هست که میتونه روشون کلیک بکنه وارد صفحات مختلف بشه این لینک ها نباید اونقدری به هم نزدیک باشن که سلکت کردن این لینک ها یا تاچ کردن روی لینک ها و وارد شدن به این لینک ها برای کاربر سخت باشه گوگل حدس میزنه که شما دارید یه جورایی کاربر رو دور میزنید کاربر میخواد مثلا روی خانه اینجا کلیک بکنه یا تاچ بکنه و وارد صفحه مقالات آموزشی میشه و احتمالا شما تو صفحه مقالات آموزشی یه محصولی رو گذاشتید برای فروش میگه نباید کاربر رو سردرگم بکنید یا حتی اگه نمیخواید کاربر رو سردرگم بکنید نباید کار با, با وبسایت شما برای کاربر سخت باشه پس لینک هایی که تو وبسایتتون هست باید یه مارجینی نسبت به همدیگه داشته باشن تا کاربر بتونه خیلی راحت بین این دو تا لینک یکی رو سلکت بکنه به احتمال زیاد پیش اومده وارد یه وبسایت میشید و براتون سخته که روی یه لینکی کلیک بکنید کلیک کردن روی لینک نیاز داره به زوم کردن صفحه و این یکی از بزرگترین مشکلاتیه که وبسایت ها توی ریسپانسیو مرتکب میشن فراموش نکنید حتما باید از قالبی استفاده بکنید که ریسپانسیو باشه از پلاگین هایی روی وردپرس استفاده کنید که سازگار با موبایل باشن خوشبختانه الان اکثر قالب ها و پلاگین ها و اگر وبسایت شما این سه تا مشخصه که بهتون گفتم رو نداره به این معنیه که ریسپانسیو نیست برای اینکه بررسی بکنید سایت شما ریسپانسیو هست یا نه کافیه وارد گوگل بشید عبارت گوگل موبایل فرندلی تست رو توی گوگل وارد بکنید سرویس گوگل سرویس گوگل موبایل فرندلی تست به شما این امکان رو میده که سایتتون رو از نظر ریسپانسیو بررسی بکنید اگر خطایی توی این بخش داشتید به این معناست که سایت شما ریسپانسیو نیست موفق باشید